علی کاظمی همکارم از مسکو با ما همراه شده. علی، از سفر محمود عباس به مسکو بیشتر بشنویم ازت. شما هم بهش اشاره کردین، محمود عباس قرار است عصر امروز، چیزی که خبرگزاری تاس روسیه گفته ای است و همچنان خبرگزاری تاس روسیه مصاحبه کاملی که با سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین داشته در این باره گفته. البته باید بگم که رسانه‌های روسیه از او به عنوان سفیر فلسطین در روسیه یاد میکنند، گفتند که قرار است عصر امروز وارد مسکو بشه. سفر دو روزه ای دارد، تا پس فردا در مسکو خواهد بود. قرار است که فردا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت بکنند که میتونه گفتگوی باشه به خاطر اتفاقات اخیر و همچنان درگیری های اخیر در خاورمیانه. موضوع خاورمیانه موضوع اصلی گفتگوی محمود عباس با ولادیمیر پوتین خواهد بود. از سوی دیگه مقامات روسیه از زمان آغاز درگیری ها بین حماس و اسرائیل همیشه یادآوری کردن که به دو کشور باید احترام گذاشته بشه و همچنان اشاره میکنن به مرزهایی که منشور سازمان ملل و همچنان سال 1996 با یکدیگر گفتگو کرده بودن روی موضوعات صحبت خواهند کرد و مقامات روسیه پایبند به همون موضوع هستند در کنار کشورهایی مثل ترکیه و جمهوری اسلامی. و صحبت هایی هم که محمود عباس با ولادیمیر پوتین خواهد داشت بیشتر روی همین موضوعات است و بخصوص اتفاقات اخیری که افتیده و احتمال حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل از دیگر موضوعات خواهد بود که با یکدیگر صحبت بکنند. مقامات روسیه بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه همیشه گفتن که از طرف ها خواهان خویشتنداری هستیم تا جلوگیری بشه از آتش زدن تنش ها در خاورمیانه. و میتونه که یکی از موضوعاتی که بین ولادیمیر پوتین و محمود عباس فردا روش گفتگو بشه همین موضوع خواهد بود، در حالی که آقای شایگو رئیس شورای امنیت روسیه هم بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه به تهران سفر کرده بود و بعد از اون با ولادیمیر پوتین در مورد سفر خودش به جمهوری اسلامی گفته بود. از موضوعات گفتگوی خودش با مقامات امنیتی جمهوری اسلامی گفته بود و همچنان دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین و سفیر روسیه در تل‌آویو هم گفته بود که با مقامات اسرائیل موضوع روسیه را در میان گذاشتیم و قرار است که روسیه در این باره کارهایی را بکنه و ارزیابی خودش داشته باشه به خاطر برگشتن آرامش در منطقه. متشکرم علی کاظمی همکارم همراه ما.